مقدم پر افتخار هیئت علمی تحقیقی جمهوری اسلامی ایران رو که مقام برجسته و فرورآفرین علمی در پنجمین سمپوزیوم جهانی آخرین یافته‌های سلول‌های بنیادی در کشور سوئیس رو کسب می‌کنند به میهن اسلامی گردباران می‌کنند و به آنان به ویژه سرپرست شایسته این هیئت سرکار خانم دکتر یاسمن امیری تحیات عرض می‌نمایم. دعای خیر تک تک ایرانیان و خانواده معظم شهدا همواره پشتیبان این قریب فرزندان ایران زمین باد. امیدوارم همیشه برای مملکتتون افتخار باشه. مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خانم دکتر امیری، تبریک میگم. میشه خواهش کنم راجع به موفقیت بزرگی که به دست آوردین اطلاعات بیشتری در اختیار بینندگان ما قرار بدین؟ این نشست علمی تحقیقاتی همه ساله توی کشور سوئیس برگزار میشه. امسال هم هیئت پزشکی ایرانی تونست با شیوه جدیدی توی پیوند قرنیه با سلول‌های بنیادین رتبه دومو کسب کنه. مطمئنه برام خیلی دلشون می‌خواست جای شما بودن. آرزوی شما چیه؟ آرزو کاش مادرم جا بود. لابدیشون حالا دارن دخترشون رو میبینن و وجودش افتخار میکنن. خانم دکتر، میتونین بگین در این لحظه چه احساسی دارین؟ با معلوم خوشحالم. اما این خوشحالی تو چهرهتون دیده نمیشه. دلیلش این نیست که رتبه اول رو کسب نکردین؟ خب، حالا خوش گذشت؟ همش کار واقعا بیشتر کسل کننده بود. وقتی سوئیس برات کسل کننده باشه اینجا دیگه جای خود داره. خیلی دلم میخواست میدونستم تو این دنیا چی ممکنه تو رو خوشحال کنه. البته منظورم یه چیز واقعیه، نه اوهام و خیالات. من به روان پزشک احتیاجی ندارم. به زندگی چی؟ به شادی، رفت آمد، سر، صدا. زندگی فقط داشتن بچه نیست. خب به نظرت این یکم غیر طبیعی نیست؟ برای سفری که از اول زندگیمون قرارشو گذاشتیم هیچ وقت وقت نذاشتی، ولی همیشه برای سفرهای کاریت آماده ای. خب اگه همه زندگیشون اینطوریه لابد من یه اشکالی دارم. تا اسم مشاور خانواده میاد؟ آبیشو خودم بلدم. خیلی خوب میام، ولی فقط یه جلسه. باشه، قول میدم پشیمون نشیم.
درس امروز خوش گذشت. عالی بود، همه دوستام رو دعوت کردم. کارت دعوت به همه شو رسید؟ آره، فقط نیلوفر نرمده بود، فعلا بهش میدم. خب دیگه چی کار کردی؟ یه شعر جدید یاد گرفتی. گوگ برجنسی در نیمه های شب رفت آهسته به سوی گوشندان. گوشندان در خواب آرامی بودن در پناه شبانه مهربان. ناگهان سگ گله بیدار شد، از وجود گوگ خبردار شد. گرد باقا با اگه تونستی تو بیای منو بگیری، یه جایزه ای به مامان میدم. یاسمن، یاسی، یاسمن، یاسمن. نرگس بدن گل، گل تازه. آقا بفهمی خواهد اون یکی رم بده. بفهمی ممنون. فکر کردی برای تولد به چی آرزو کنی؟ ممنون. تو چطوری گل گلو؟ خوبم، فردا شب تولدم، یادتون نه خاله جون، هم یادم هست هم یه کلمه چیز میز برات حاضر کردم. اینجا نیست، برو بالا، میام با مامان آمادش میکنیم. بودو قربون دختر خوشگلم برم. خداحافظ. حالا پوشیدش ماما؟ کثیف میشه ها. میبینی خاله مهری هنوز اتاقش هم مرتب نکرده. حالا شما یه قربون صدقش برو. یاسمن خانومه الان هم میده اتاقش مرتب بره. چیزی نیست ماما، برو بخواب. مامان جان ماما بیام پلوت بخوابم. نه ماما، هر کسی سر جای خودش. من میترسم. ترس نداره، تموم شد، برو بگی بخواب. آخه یه خواب بد دیدم. خیلی خوب بیا. خیلی از آدم ها بعضی شبا خوابای بد میبینن، ولی دلیل نداره بترسن. آخه تو گم شده بودی، من هرچی دنبال میگشتم پیدا نمی کردم. من همه جای تهران رو خوب بلدم، مطمئن باش که گم نمیشم. خب حالا دیگه بخوام. مامان جونم تو چقدر منو دوست داری؟ خیلی. اگه تو یه روز از پیشم بری من چی کار کنم؟
عزیزم، چطور ممکنه آدم کسی که اینقدر دوست داره تنها بذاره بره؟ مگه بابا ما رو دوست نداشت؟ پس چرا رفت؟ خب پدرت با خیلی ها فرق داشت. اون یه چیزی تو وجودش بود که مجبورش میکرد بره. نکنی یه روز تا هم بری؟ من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. هیچی نمیتونه ما رو از هم دور کنه. بابات هم اگه تو رو دیده بود به این سادگی ازت دل نمیکن. خب حالا چشای قشنگ تو ببن، میخوام برات یه قصه بگم. کادو بپیچم؟ نه ممنون، خودم کادوش میکنم. بخشی من کلیدم یادم رفته، میشه لطفا در رو باز کنی؟ میشه بگین چیکار میکنی؟ من چیکار میکنم؟ شما کی هستی؟ تو خونه من چیکار میکنی؟ خونه شما؟ بله خونه من. یعنی چی؟ اتفاقی افتاده؟ چه عرض کنم؟ خانم به زور اومده تو میگه اینجا خونشه. معنی این کارا چیه؟ شما کی هستین؟ ما کی هستیم؟
چه چیزایی میشنفم این روزا؟ شما مطمئنی که خونه رو اشتباه نیومدین؟ مگه میشه آدم راه خونش بلد نباشه؟ مگه اینجا کوچه گلبرگ پلک 4 نیست؟ چرا خودشه؟ پس شما اینجا چیکار میکنین؟ خانم میگه چه وضعی برای خونه من درست؟ داری چیکار میکنی؟ همون کار کردم اول باید میکردم. من از خونه خودم بیرون میکنی؟ برو خودم رو سوزه جایی دیگه حواله کن. حالا نشونت میدم. خیال کردی شهر هرده؟ باز کن. سلام. سلام. اسفندیاری هستم. افسر سابق تجسس. بفهم. شما این خانم از خونش بیرون کردین؟ امروز از کدوم دنده فاش شدیم خود عالمه. ایشونه که پاشو کرده تو کفش ما و میگه اینجا خونشه. مسلمه که خونمه. عجیبه. آدم صبح از خونش میذاره میره بیرون، زور برمیگره میبینه یه عده دیگه دارن تو خونش زندگی میکنن. یعنی مملکت اینقدر بی‌قانون شده؟ سرکار ما الان 9 ساله که تو این خونه داریم زندگی میکنیم. همه اهل محله ما رو میشناسن. میتونی بریم پرسجو کنی. چی میگید خانم؟ حرف حساب جواب نداره سرکار. از همین همسایه طبقه پایین شروع کنیم. مهری خانم، الان 6 ماه هم دیگر میشناسیم، با هم هم رفت آمد داریم. 6 ماه؟ اون یه هفته بیشتر نیست که اینجا اومده. مستاجر خودمه جناب سرکار. هستن خونه؟ بله. ببخشید، شما این خانم رو میشناسی؟ نه خیر. منم ایشونو نمیشناسم. میشه بگی خاله مهری بیان دم در؟ ما اینجا خاله مهری نداریم. خاله مهری نداری؟ نه خیر. اون خانم رو چطور؟ میشناسی؟ سلام علیکم. اتفاقی افتاده؟ از این خانم بپرسین که مرغش یه پا داره. شما چند وقته اینجا زندگی میکنی؟ تازه اومدیم، یه هفته است. شما یک هفته است که اینجایی؟ بله خانم، تعجبی داره؟ متشکرم. کدوم مدرسه درس میدین؟ دبستان ابن سینا. میشه شماره تلفنش این رو بنویسیم؟ بله. فقط 6 شماره؟ خیلی وقت تلفن 8 شماره شده. مال ما که عوض نشده. ببخشید. میشه آدرس مدرسه این رو بنویسی؟ بله. آدرس مهد کودکی دخترتونم بنویسی. دخترم الان تعطیل میشه، بعد برم دنبالش. شما نگران نباشین، حلش میکنم. به دبستان ابن سینا مراجعه کردیم، به گفته مدیر مدرسه معلمی به نام خانم زهرا مهدوز ندارن، به چنین شخصی رو هم نمیشناسن. در مورد مهد کودک برستون برسونم که سر تا سر خیابون شهید حسن هادی و حتی خیابونای اطراف رو جستجو کردیم، کودکستانی به نام پیام دانش ندیدی. حالا چی دستور میفرمایید قربان؟ میتونید برگردید پاسگاه. تمام. بله قربان. دارین کجا میبینی؟ نگران نباش، من میخوام کمکت کنم. اینجا کجاست؟ برای چی من آوردین اینجا؟ سعی کن امشب راحت بخوابی. من باید برم. شب تولد یاسین.
چیکار کردم؟ تنهاست، میترسه. با اجازه میشه لطفا خودتون رو معرفی کنی؟ شما کی هستین؟ از من چی میخواین؟ ببخشید، من دکتر بهرامی هستم. ایشون سرکار خانم دکتر پارسا جناب دکتر بودرزی. آروم باشید، ما داریم سعی میکنیم به شما کمک کنیم. من احتیاج به کمک شما ندارم، من فقط دخترم رو میخوام. چطور احتیاج به کمک ندارین وقتی نمیدونین دخترتون کجاست؟ میشه یه خورده ما رو تحمل کنین و به سوالامون جواب بدین؟ لطفاً خودتون رو معرفی کنین. اسمم زهراست، فامیلی مهردوسته، متولد نوشهرم. همسرم هم تو درگیری انقلاب شهید شده. از اون موقع تا حالا هم با دخترم تهران زندگی میکنیم. چی شد اومدین تهران؟ بعد از شهادت محمد برای کار کفن و دفنش اومدم تهران، ولی وقتی فهمیدم تو بیز زهرا خاکش کردن دیگه نتونستم برگردم، به خصوص اینکه دیگه تو نوشهرم کس و کاری نداشتم. پس فامیلای شوهرتون چی؟ همشون تو زلزله از بین رفته بودن. محمدم اون موقع تو نوشهر دانشجو بود که ما هم دیگر رو دیدیم. من غیر از یاسم من هیچ کسی رو ندارم. دخترتون چند سالشه؟ 6 سال. یعنی متولدی چه سالیه؟ آخرهای 57. 57. مطمئن اشتباه نمی کنی؟ نه خیر، پدرش که شهید شد من پا به ماه بودم. بعد از اومدم به تهران کجا رفتی؟ یه خونه تو امیریه اجاره کردم. ولی تو گزارش اومده اون خونه متعلق به شخص دیگه ایه. همینو نمیفهمم. دیشب تا صبح بهش فکر کردم، گفتم شاید فراموشی گرفتم. آخه دیروز با یه مینیبوس تصادف کردم، داشتم کشته میشدم. گفتم شاید ضربه چیزی به سرم خورده، نمیدونم. ولی من همه چیزو یادم میاد. شما در مورد مدرسه‌تون هم دچار اشتباه شدی. مدیرش گفته اصلا شما رو نمیشناسه. غیر ممکنه، همچون چیزی رو باور نمی کنم. در مورد کودکستان هم نشونی درست نبوده، ظاهرن همچین کودکستانی اصلا وجود نداره. وجود نداره؟ پس یاسمن من کجاست؟ نظرتون چیه؟ حرفاش باور کردنی بود، فقط زمانش به هم نمیخوره. به نظر منم خیلی صادقانه حرف میزد، ولی واقعا اگه دخترش سال 57 به دنیا اومده پس چرا میگه الان 6 سالشه؟ آخه سنش نمیخوره سال 57 بچه دار شده باشه، مگر اینکه بپذیریم الان دخترش فقط 1 سال از خودش کوچیک داره. قطعا این زن دچار یه توهم عمیق و مزمنه.
مورد پیچیده ایه. من پیشنهاد میکنم برای شروع آزمایش هالوسینوژن انجام بشه. باید میدونم مواد مخدر استفاده کنه. ولی به هر حال ضرری نداره. منم موافقم. فعلا دکتر. ممنون. منو کجا میبری؟ با شماها؟ من که دیوونه نیستم. من بچه‌ام. برای چی منو بستی؟ یکم حوصله کنین، الان بازیتون میکنم. نمیخوام اینجا بمونم. لطفاً تکون نخوری. لطفاً تکون نخوری. من که مریض نیستم. آرام بخشه، گاهی هممون بهش احتیاج داریم. ده که من اینجا بمونم؟ تا وقتی که یکی از بستگانتون پیدا شه. من که کسی بدم. بذارینش رو تخت. آروم خودتون رو بکشونین رو تخت. تو خودت اگه اینجا بودی این حرف رو نمیزدی. خیلی خوب، پس اگه بر نمیگردی لقب رو یه جای امن. چی داری میگی؟ گفتن بریزین بیرون، ریختیم بیرون. حکومت نظامی باید شکسته بشه، باید شکسته بشه. تو نه، نگو. نمیخوام، نمیخوام بچم بی پدر بزرگ بشه. محمد زهر، باور کن اگه برگردم تو ابد خودم رو نمیبخشم. تو دل منم خالی نکن. باید برم به خود رو نسپنید. نرو محمد، نرو. میکشنت. الو Hadi!
واسه من. طوری شده؟ بازم صدا شنیدی؟ نه چیزی نیست. وضع خوابتون چطوره؟ خوبه. نه دکتر اصلا خوب نیست. من که شوهرشم نه خوابیدنشو میبینم نه بیدار شدنشو. خب منم وقتی کار میکنم کمتر میخوابم. البته اگه بگی بیشتر وقتو به نظرم درست تره. قرار بود از حجم کاراتون کم کنی؟ کارم نسبت به گذشته خیلی کمتر شده. بازم زیاده. ببین مسعود، این که ما خلوتمون رو با هم نداریم، این که ما دوتا یه سفر نمیتونیم با هم بریم، این که شاد نیست نمیخنده، همه پیشکشش. همین نیم ساعت پیش تو راه رو صدا شنید. قول میدم مادرش بود. دکتر، فکر میکنین هنوز وقتش نرسیده واقعیت رو قبول کنین؟ من واقعا صداش رو شنیدم. باید بفهمیش شوهرش دیگه، اونو سالها منتظر گذاشتن که مادرش از سفر برمیگرده. دست آخرم که گور اونو بهش نشون دادن. اینجور رفلکس ها دور از ذهن نیست. باید یه جوری خلای زندگی گذشتهشو پر کنی. آخه من حق زندگی دارم ندارم؟ به محض این که اصل دارو از ذهن میره بیقراری ها شروع میشه. هنوز سراغ دخترشو میگیره. دکتر به نظر نمیاد که همه حرفایی هم که میزنه فقط وهم و خیال باشه. نتیجه آزمایش ها تو پرونده است، همشون هم منفی. آزمایش هالوسینوژن هم انجام شده؟ بله اونم منفی. سلام، چرا بستینش؟ همش میخواد به زور بره بیرون دکتر. از این به بعد در رو باز بذارید، بیمار روانی که نیست. با شما دیگه کاری ندارم، میتونین بریم. دوست دارین یه خورده بریم بیرون هوا بخوریم؟ چرا با من این رفتار رو میکنی؟ من از شما معذرت میخوام، اینا سر خود این کارو کردن. مطمئن باشین دیگه تکرار نمیشه. عکسی از دخترتون دارین نشونم بدین؟ نه همراهم نیست، به جز من کسی رو نداره. خدا رو که داره. اون که خیلی وقت ما رو فراموش کرد. چرا این فکر رو میکنی؟ از سرنوشت شوهرم میرم، از عاقبت خودم و دخترم. شوهرتون دقیقا چه سالی شهید شدن؟ 6 سال پیش تو جریان انقلاب. 6 سال پیش که انقلابی نشده. شما تازه اومدین ایران؟ نه. پس چطور جریان انقلاب یادتون نمیاد؟ الان چه سالی خانم مردوس؟ معلومه سال 63. یعنی 1363؟ بله. میتونین بگین الان رئیس جمهور کیه؟ آقای خامنه ای. منم میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ بله حتما. تا کی میخوای منو اینجا نگه داری؟ خب معلومه تا وقتی بهتر بشین. ببینی من که چیزیم نیست، سالمم به خدا، باید برگردم چه دخترم. گفتین دخترتون چند سالشه؟ 6 سال. یعنی متولده؟ 57. سال 57 شما رو یاد چی میندازه؟ یاد تظاهرات مردم، رفتن شاه، اومدن امام، پیروزی انقلاب. بازم بگم؟ نه کافیه.
ببینی اگه من دچار اختلال حواس یا فراموشی هستم پس چطور این همه چیزی یادم مونده؟ تو حافظتون مشکلی نیست، منتها تا سال 63 بهتر برگردی. ببخشید شما چی گفتی؟ منظورتون چیه تا سال 63؟ مهم نیست، اگه دوست دارین میتونین بمونین یک کم دیگه هم قدم بزن، من باید برم. در اینکه معلم بوده و سالهای اول انقلاب به تهران اومده هیچ شکی نیست، اما در مورد دختری به اسم یاسمن فکر میکنم زایده تخیلاتشه، چون اگه حرفشو باور کنیم اون الان 30 سالشه نه 6 سال. شاید سال تولدش رو اشتباه میگه. نه درست میگه، مشکل اینجاست که تا سال 63 همه چی رو به خاطر داره ولی بعدشو نه. به هر حال یه امارای یا یه سی تی اسکن ممکنه جواب خیلی از سوالای ما رو بده. بیا پایین. ببین من هنوز زنده‌ام. این کارا چیه میکنی؟ با تو هم هیچ جا نمیام، میفهمی؟ نباید به فکر دخترم باشم؟ مثل تو باید فراموشش کنم؟ من به وظیفه‌ام عمل کردم، مثل همین کاری که الان تو داری میکنی. پس چرا مخالفت میکنی؟ خب این کارای تو فایده‌ای به حال اون نداره، فقط بیشتر باعث آزارش میشه. همیشه از بیخیالی لجام گرفته. تو اصلا چجوری دلت اومد ما رو تنها بذاری و بری؟ شما هیچ وقت تنها نبودین. تنها نبودین، تنها نبودین، همش فلسفه بافتی. حالا کجایی ببینی که هیچکی قدرتون رو نمیدونه؟ خب ما از کسی طلبکار نیست. بدهکار چی؟ فکر نمی‌کنی به دخترت بدهکار باشی؟ به من؟ اتفاقا زهرا حالا میفهمم که نباید نگران بود. بیا بریم. من تا یاسمن رو نبینم هیچ جا نمیام. آماده شیم باید بریم. کجا؟ بیمارستان امام خمینی، قرار ازتون سی تی اسکن بگیرن، اما قبلش باید یه عکس بنویسید. عکس برای چی؟ برای تو روزنامه چاپ شه خانم. آماده این؟ بله. حسابی مشهور میشی یا؟ من با این لباسه هیچ جا نمیام. گفته باشم
بیاین پایین. بفرمایین چایی. دست شما در نکنه. خواهش میکنم. تموم شد. میتونین بلند شید. ببخشید خان، من دنبال کودکستان پیام دانش میگردم، تو همه خیابون بود. دو سال پیش خرابش کردن اونها. ساختمون است. مطمئنی همون کودکستانه؟ بله، پیام دانش از شر سر و صداش خلاص شد. مسیرم بود خواهر، سلامت بفرست. خیلی ممنون. Thank you.
بفرمایید. ببخشید، به خانم رضایی کار داشتم. ما اینجا رضایی نداریم. مسئولیتشون چیه؟ ایشون مدیر مدرسه هستن. اینجا فقط یه مدیر داره، اونم با اجازتون من. نکنه مدرسه رو اشتباهی اومدیم؟ نه اشتباهی نیومدم. من 3 سال اینجا درس میدم. من مهردوست هستم، معلم کلاس دوم. یه چند روزی کسالت داشتم نتونستم بیام. فقط نمیدونم چرا انقدر همه چیز عوض شده. مردی بودن در بارش تحقیق. پس گفتین معلم کلاس دوم بودین، درسته؟ بله. کدوم شیفت؟ شیفت صبح. میتونم اسم چند تا از همکاراتون رو بدونم؟ بله، خانم خردمند معلم کلاس اول، خانم حسینی معلم کلاس دوم، چهارم خانم فلاح، پنجم خانم قانعی. فرهناز قانعی؟ بله بله، فرهناز. اما ایشون که 2 سال بازنشسته شدن. بازنشسته؟ بله خانم. شما از چه سال اینجا تدریس میکردین؟ چه سالی؟ سال 60 تا الان میشه 3 سال. از سال 60 که 3 سال نمیشه، میشه 27 سال. 27 سال؟ بله 27 سال. الان مگه سال 63 نیست؟ ۳۸۷. بله. سعی کنی آروم باشی. حالا سعی کنی به خودتون مسلط بشی خانم. ظاهرا شما دچار فراموشی شدی. همتون دروغ میگین، همتون دروغی. شما وجود ندارین. بخیر آقا راست نمیگیرید. نرگس خانم میخوایم دیوونم کنیم.
حساب میفهمین که این روش با اونی که الان توی همه دنیا متداوله فرق میکنه؟ دقیقا همینطوره. ببینید توی کشورهای دیگه که تعدادشون به 14-15 هم نمیرسه، به این صورت عمل میکنن که سلولهای بنیادی مورد نیاز رو از چشم سالم بیمار میگیرن و توی محیط آزمایشگاهی کشت میدن و بعد به قرنیه صدمه دیده پیوند میزنن، که این فرایند در طول مدت درمان باعث ایجاد چشم سالم میشه. اما با روش ابداعی ما که در جهان برای اولین بار این اتفاق داره میفته، دیگه لزومی و ضرورتی به چشم سالم نیست، میشه هر دو چشم آسیب دیده رو درمان کرد. با چکر. خانم دکتر امیری، حالا سوال اینجاست که یا تفاوت نمیکنه که میزان آسیب دیدگی چشم تا چه حد باشه؟ نه، به جرات میتونم بگم کسی که کور مادرزادم باشه به یاری خدا میتونه امیدوار باشه که حتما از نعمت بینایی برخوردار بشه. خانم دکتر، میتونی بگین چه انگیزه ای باعث شد دست به این ابداع علمی واقعا جسورانه و پرزحمت بزنی؟ مطمئنم یه نفر یه جایی از جهان هستی، مادرم داره منو میبینه، اون در تمام لحظات زندگی با من بوده، همیشه نگرانم بوده و من هر کاری که کردم به خاطر اون بوده. از همینجا بهش سلام میکنم و همه وجودم تقدیمش میکنم. من حقیقتاً به این مادر تبریک میگم و امیدوارم هر جا که هستن پای تلویزیون باشن و ببینن که فرزند برومندشون به چه موقعیتی دست یافتن و باعث افتخار ایشون و مملکتشون شدن. میگم بد نیست یه مهمونی بگیریم ها، نظرت چه؟ نه اینکه شلوغش کنیم، فقط خودمون، آشناها، دوستات، همکارات. میتونی من بندازیمش توی رستوران، بی درد سر پخت و پز و بذار و بردار، چطوره؟ خوبه. یه مسافرت هم اگه بریم برای رویت بد نیست، هوایی کش این روزا خیلی خوبه، میتونی مرخصی بگیریم و یه چند روزی از این شلوغی ها دور باشیم. ها؟ چی میگی؟ موافقی؟ بایسا دارم به شجا نگردم، میگم پیجر تو چی کار میکنی؟ کجا میخوای بری؟ کجا داری میری؟ یاسمن بایستا، یا اصلا من بیبریم خونه، برای امروز دیگه بسه، تو باید یکم استراحت کنی، حسابت من دیوونه نیستم، مادرم بود. بقیهش برو برو میره تو کلیه از جواز پنج طبقه روشه. این حرفا چیه؟ این مشتری من. سلام، بفرمایید. سلام، یه اتاق میخواستم. بله، شناسنامتون لطفا. همرام نیست.
اینو دارم. بفرمایید. کارت کارمندی. شناسنامه یا کارت ملی لازمه؟ کارت ملی؟ به هر حال با این نمیشه خانم. تازه یه 20-25 سالی از اعتبار این گذشته. اگرم گذشته هویت من که عوض نشده. بله صحیح میفرمایید. میتونم خواهش کنم چند لحظه تشریف داشته باشید؟ خانم شما حالتون خوبه؟ میتونم کمکتون کنم؟ شما با خانم مامان من الان برمیگردم. بیست و دو سال پیش من یه معلم داشتم عین شما بودش. کدوم مدرسه درس میخوندی؟ ابن سینا. کلاس دوم؟ بله. میتونم اسمتونو بپرسم؟ مژگان الهی. همون مژگان کوچولو که ردیف اول میشه؟ بله. این عکس مال جمجمه کسیه که به شدت ضربه مغزی شده. تقریبا هیچ جای سالمی توی مغزش باقی نمونده. بعید صاحبش الان زنده باشه. فکر میکنم عکس رو اشتباهی فرستادن. یعنی مال خانم مهردوست نیست؟ به طور قطع نه. ازش خبری نشد؟ هنوز نه دکتر. اینجور مریضا خیلی زود پیدا میشن. به 110 اطلاع دادی. پیگیری کنید ببینید عکسای خودش کجاست. اون خدا بیامرزم جونشو برای گل میداد.
کاشکی می آمدی یه سر می رفتیم بهشت زهرا. دلت با می شد مادر. شما که دو مرتبه راه افتادیم. خیلی بذارم تو مکروبه. بشینین دیگه بابا. دست درد نکنه. روزنامه امروز دیدیم؟ ها؟ روزنامه امروز. کلی آدم برای تبریک گفتم. من خیلی اشون نمیشناسم. البته میتونیم باشون آشنا بشیم. دیگه وقتشه این مهمونی که سعید میگه را بندازیم. فکر خوبیه ها. مهمونی چیه؟ من اصلا حوصله این روش زار ندارم. از هرچی جشن فراریه. برای روحیتم خوبه عزیزم. یه خورده از کارات کم کنو به سعید برس. به به آقای دکتر فرزین عزیز، چی شد یادی از ما کردی؟ میوه بفرمه. آره کدوم صفحه گفتیم؟ حوادث. اون پایین صفحه عکسش هم انداختن. آه پیداش کرد. دیدیش؟ همونه؟ آره خودشه. مگه همیشه نمیگفتی اون 20 سال پیش مرده؟ چرا؟ حتما خودت موضوع به خانم دوبا، اینجور بهتره. خیلی ممنون، بعدن خودم با تو تماس میگیرم. یاسم مادرت کی تصادف کرده؟ چطور؟ تو بگو. 63. یه خبری تو این روزنامه که خیلی عجیب غریب به نظر میاد. در مورد مادرته. عکسش هم چاپ کردن. چی نوشته؟ صاحب عکس فوق خانم زهرا مهر دوست که احتمالاً به بیماری فراموشی مبتلا است. روز گذشته احتمالاً اشتباهی شده. همچی چیزی نمیتونه واقعیت داشته باشه. خانه بعد از آنها توی مدرسه غیر انتفاعی کار بکنه، ولی الان اونجا نبود. این تلفن آدرس جدیدش. خیلی دور از اینجا؟ نه زیاد، حوالی میدون پاستوره. خیلی ممنون، من مطمئنم اون میتونه کمکمون بکنه. امیدوارم، فقط قبلش باید بهش اطلاع بدم که هول نکنه. الو خانم قانعی؟ بله، بفرمایید. سلام خانم، من مژگان الهی از شاگردان قدیم به دبستان ابن سینا. ۱۵۷. من منتظرتون میمونم تا بیاین. ممکنه طول بکشه. تا اینجاشم خیلی بهت زحمت دادم. تا دیگه برو عزیزم. این حرفا چیه؟ حالا زنگ بزنید. کاریتون تموم شد زنگ بزنیم بیام دنبالتون. خیلی ممنون، اگه لازم شد حتما. آقای دکتر بهرامی؟ بله. سلام، اجازه هست؟ بله، خواهش میکنم. سلام. سلام، بفرمایید. بفرمایید. ببخشید. اینا رو از کجا آوردید؟ ایشون مادر شما هستن؟ آره خودشه. اگه اینطوره پس چرا میگین فوت کردن؟ خب واسه اینه که سال 63 براش جواز دفن صادر شده. خیلی هم تو مراسم به شرکت کردم. ولی ایشون در قید حیاتن. همین دیروز روی همین صندلی نشسته بودن. بشین آروم باش.
سلام. بیا. سلام. سلام. شما بعد یاسمن خانم باشین. الان 30 سالتونه درسته؟ بله. مادرتون هم معلم بودن. مدرسه ابن سینا. همینطوره. ایشون از همون موقع دارن دنبال شما میگردن خانم. ولی به عقل جور در نمیاد. حتما یه اشتباهی شده. اشتباهی در کار نیست. مطمئن باشین. باورم نمیشه. شما اگه جای اون بودین، تو شهری که هیچ کسو ندارین، کجا میرفتین؟ اینم چند تا از عکسای عروسیشون. عروسی اینا هاشش. واقعا این یاسمن منه. آخه اون دیگه دختر 5-6 ساله نیست، واسه خودش خانومی شده. اینم شوهرش، اسمش آقا سعیده، سعید آریانپور، آرشیتکته. شوهرش مرد خوبیه، خاله مهری خیلی ازش تعریف میکنه. خاله مهری؟ یادم رفت بگم، بعد از اینکه شما تصادف کردین، خاله مهری با هزار دردسر کارهای قانونیش رو انجام داد و بزرگش کرد. به خدا اگه بگم بیشتر از هر مادری بهش میرسید، دروغ نگفتم. هنوزم باورم نمیشه که شما اینجایین. آخه پس این همه سال کجا بودین؟ امیدوار بودم شما بهم بگین چه بلای سرم اومده. خب ما فقط اینو میدونیم که وقتی میخواستین از خیابون رد بشین، یه مینیبوس زده بهتون، بعدش هم درسته یه مینیبوس، ولی طوریم نشد. نمیشه بهش دسته، خونریزی شهیده. این چطور هنوز زنده است؟ گفتم شاید شما بگین، ما که پاک گیج شدیم، همچین چیزی تا حالا سابقه نداشته. جمجمش داغونه. همه این کارهایی که به عقلمون میرسیده انجام دادیم، حالا چی دستور میفرمایی؟ منتقلش کنی آی سی یو، عکساش هم تجدید بشه سریع. پس من چطور دوباره به این دنیا برگشتم؟ به خاطر مقاومت خودته، و الا تو هنوز نرفتی که برگردی. یعنی من هنوز زنده ام؟ اصرار خودته، مگه نمیگی نگران یاسمنی؟ اولین باره با یه همچین موردی روبرو میشم. ضربان قلب طبیعی با یه مغز متلاشی. واقعا این یه معجزه است. اگه به چشم خودم نمیدیدم امکان نداشت باور کنم. توی این مورد به خصوص فقط کمیسیون پزشکی میتونه نظر بده. نمیتونم عملش کنم، نه رهاش کنم.
میبینی همه رو انداختی تو درد سر با این کارا؟ چرا لجبازی میکنی؟ دیگه وقتشه که بریم. بی خودی تلاش نکن، من دخترم رو تنها نمیذارم، اون هیچکی رو نداره. باور کن اون تنها نمیمونه. باز از این حرفا زدی؟ اگه آیندهشو ببینی رضایت میدی؟ یعنی الان ما هنوز تو سال 63 ایم؟ بله، و تو بیشتر از اینم دیگه مهلت نداری. پس اینا چیان؟ هنوز زمانشون نرسیده. در واقع اینا همه جزو آینده یاسمنن. بیشتر از این طاقت نداری یا باید بیای؟ فقط هر چی راضی تر باشی راحت تر میای. ولی من هنوز یاسمنمو ندیدم. دیدیش؟ نه. چرا؟ تو تلویزیون واسه خودش کسی شده، یه دانشمند مشهور و موفق، یه زن نمونه. مطمئن باش بعد اومدنت هم باز همچنان میتونی اونو ببینی. تو به این راحتی ها از این دنیا دل نمیکن. صبر کن، به خاطر همه خوبیه که به دختر من کردی ازتون ممنونم. از طرف من از خاله مهریم خیلی تشکر کنید. کجا؟ تازه میخواستم زنگ بزنم یا زمان اینا بیان. دیگه بیشتر از این نمیتونم.
خوبی؟ هیچ وقت به این خوبی نبودم. خوشحالم اینو میشنوم. بریم هر کجا که تو بگی. اون سفری که همیشه حرفشو میزدی هنوز سر جاشه؟ هر وقت که اراده کنی. پس قبلش یه مهمونی هم باید بدی. موافقم. تو رستوران هم نه. این که دیگه محشره. راست این گلا رو از کجا آوردی؟ یه جور عجیبیه. قشنگه نه؟ البته با این همه خنده های تو یه چیز دیگه است.